سلام دوست گلم، به کانال من خوش اومدید. سنا هستم و توی این ویدیو میخوام یک روش خیلی خیلی عالی و مؤثر و سریع رو بهتون معرفی بکنم که اگر به دلایل مختلف امکان رفتن پیش دندونپزشک نیستش براتون و از دندون درد رنج میبرید، هر مدل دردی که باشه، این رمدی یعنی این در واقع نسخه باستانی میتونه بهتون کمک بکنه. این نسخه باستانی خیلی قوی هستش و میتونم بگم از جمله خودم و هر کی که انجام داده روش قسم میخوره و خیلی هم سریع بهتون جواب میده، یعنی در آن واحد شما میتونید جواب بگیرید و اگر مثلا دو سه روز اینو تکرار بکنید کاملا دردتون میتونه از بین بره. اگر به دلایل مختلف مثل کووید یا مثل اینکه توی ویتینگ لیست هستید و نمیتونید به دندونپزشک دسترسی داشته باشید، این بهترین روش برای کم کردن و از بین بردن دندون درد هستش که هیچ روش دیگه ای رو دست این نیستش. علاوه بر اون میخوام یه روش خیلی عالی رو بهتون بگم که اگر روزانه این کار رو بکنید به مرور تمام دندون دردتون از بین میره. به مرور اگر قرار باشه در آینده دندون دردی بگیرید یا مشکلی برای لثه ها و دندوناتون پیش بیاد، کاملا احتمالش از بین میره و کلا خیلی محیط دهن، لثه ها و دندوناتون رو سالم و عالی میکنه که من اینو به چند نفر گفتم، خودم انجام دادم و واقعا موثر هستش. بریم که روش اول رو بهتون آموزش بدم که چجوری خیلی سریع میتونید درد دندونتون از بین ببرید. خب بچه ها، برای درست کردن معجونی که ما برای دندون درد نیاز داریم دو تا ماده هستش که شما باید تهیه بکنید. خیلی هم راحت گیر میاد، هم میتونن در واقع خریداری بکنن و تهیه بکنن. یکی روغن خردل هستش یا همون مسترد اویل هستش که میبینید من اینجا روغن خردل دارم. سعی بکنید از روغن خردل خالص استفاده بکنید با پرس سرد که خیلی بهتر هستش و بهتر بهتون جواب میده. دومی چیزی که نیاز دارید زاج سفید هستش یا به انگلیسی بهش الم پاودر گفته میشه. یه پودر سفید رنگ هستش که همه جا پیدا میشه. اگر ایران هست خیلی راحت این دوتا رو میتونید از عطاریا یا از جای مختلف تهیه بکنید، اصلا سخت نیست تهیهش. و اگر خارج از کشور هستید لینک خرید بهترین روغن خردل و این زاج سفید رو براتون میذارم تو قسمت توضیحات ویدیو که میتونید آنلاین سفارش بدید و براتون ارسال بشه. خب به تنها چیزی که ما نیاز داریم این دوتا ماده هستش. بیاییم بهتون نشون بدم که چجوری باید این رو درست بکنید. خب دوستان، درست کردنش خیلی راحت هستش. ما یه مقدار کوچولو از این پودر سفید رو داخل این یک کاسه میریزیم. خیلی نیازی نیست، من انقدر برمیدارم تقریبا میشه گفت نصف قاشق چایخوری هستش. داخل کاسه بریزید و حالت پودرش بکنید. به مرور که میمونه از حالت پودر در میاد، یکم صفر میشه، هیچ مشکلی نداره، مثل نمک میمونه. شما اینو دوباره پودرش بکنید و کاری که میکنیم از روغن خردل بهش کم کم اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم تا حالت یک پیست بشه، یعنی حالت یه خمیر مانند در بیاد. من اینجا یک کوچولو اضافه میکنم. اگر احیانا روغنش زیادی اضافه شد و این خمیرتون شل شد، میتونید یه مقدار بیشتر بهش پودر اضافه کنید، هیچ مشکلی نیستش. من یک کوچولو دیگه بهش پودر اضافه میکنم، یک کمی از این حالت شلی در بیاد. اوپس. خب ببینید ما میخوایم به این شکل در بیاد دوستان، یعنی حالتش به این شکل سفتیش بشه. خب الان این آماده هستش، حالا چجوری ما باید اینو در واقع استفاده بکنیم؟ خب بچه ها، وقتی که شما اینو آماده کردید با استفاده از گوش پاک کن یه حالت اندازه یه نخود کوچولو برمیدارید و روی دندونی که درد میکنه
میذارید و به آرومی فشار میدید روی اون دندون. وقتی که رو دندونتون گذاشتید به آرومی فشار میدید و اجازه میدید اونجا برای 3-4 دقیقه بمونه. خیلی مزه عجیبی داره، تعجب نکنید، به خاطر زاج سفید هستش. و وقتی که شما اینو رو دندونتون میذارید، اتفاقی که میفته اینه که بزاق دهنتون هی شروع به ترشح کردن میکنه. دقت بکنید زمانی که بزاق دهنتون ترشح میکنه اونو قورت ندین، اون بزاق رو، و باید در واقع بیرون بریزید آب بزاق دهنتون رو و ادامه بدید به اینکه این در واقع خمیر روی دندونتون برای 3-4 دقیقه 5 دقیقه بمونه و بعد از اون دهنتون رو بشورید. شما اگر این کار رو برای 2 روز تکرار بکنید میتونید متوجه بشید که واقعا چقدر درد دندونتون کم شده و کاملا میتونه حتی از بین بره. یعنی یک روز، بستگی به نوع دردتون و چقدر دردتون عمیق هستش، بین یک روز تا 3 روز طول میکشه تا کاملا درد دندونتون از بین بره و هی کم و کمتر میشه. خیلی عالی هستش، حتما اینو استفاده بکنید و ازش بهره ببرید. خب اگر سوالی داشتید توی کامنت برام بنویسید، بهتون جواب میدم. روش دیگه که میخواستم بهتون آموزش بدم، گفتم که برای سلامت دهان و دندان و لثه خیلی خوبه که اگر توی لایف استایلتون در واقع این کار رو معرفی بکنید و هر روز صبح انجام بدید. الان میخوام بهتون بگم که چی هستش. اینی که میبینید روغن نارگیل هستش. خیلی راحت شما هر روز صبح ناشتا قبل از اینکه هر کاری بکنید یا چیزی بخورید، بعد از اینکه دندونتون رو حالا مسواک کردید یا دهنتون رو شستید، یک قاشق غذاخوری از روغن نارگیل خام رو توی دهانتون بذارید و بچرخونید. یعنی سعی بکنید که دهنتون رو شستشو بدید. برای 5 دقیقه کافی هستش و به مرور که این کار بکنید دردای دندونتون از بین میره، جرمای دندونتون، لثه‌هاتون تمام از بین میره. جوری که میتونم بهتون بگم اگر یه مدتی این کار بکنید و پیش دندون پزشکتون برید، دندون پزشکتون بهتون میگه که هیچ جرمی نداره دهان و دندونتون، انقدر این تاثیرگذار هستش. سعی بکنید از پودر، ببخشید، از روغن نارگیل ارگانیک خام با پرس سر ترجیحاً استفاده بکنید. هرچی روغنتون خالص‌تر و بهتر باشه نتایج بهتر خواهد بود به تب. و لینک خرید بهترین روغن نارگیل برای این منظور رو من تو قسمت توضیحات ویدیو میذارم که میتونید به لینک مراجعه بکنید به کشور مورد نظرتون و سفارش بدید به صورت آنلاین و به دستتون میرسه. خب امیدوارم که این ویدیو براتون آموزنده بوده باشه، بهره ببرید، حتما این کارو بکنید و بیاید بنویسید نتایجش چجوری بوده. و تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.